درود بر شما همراهان عزیز. این روزا افراد خرابکار و کلاهبردارا با شیوه‌های جدیدی کار میکنن. یکی از مواردی که همین اواخر توی رسانه‌های داخل ایران هم کلی سر و صدا به پا کرد، کلاهبرداری با اسم و لوگوی صدا و سیمای جمهوری اسلامیه. حالا ببینیم نحوه کار این کلاهبردارا که البته الان هم در حال پیدا کردن توماشون هستن چه جوریه. این کلاهبردارا معمولاً با استفاده از شماره‌های مجازی یه حساب کاربری با لوگو و تصویر صدا و سیمای جمهوری اسلامی توی واتساپ درست می‌کنن. بعد با توجه به سن و سال و موقعیت و اطلاعات افراد تومای خودشون رو انتخاب می‌کنن. اون وقت توی ساعات غیر اداری معمولاً به سراغ افراد میان سال و کسایی میرن که اطلاعات چندانی درباره کار با حساب بانکی به صورت اینترنتی و آنلاین ندارن. بعد وانمود میکنن که فرد به خاطر پرداخت به موقع قبضاش و اینکه خوش حساب بوده جایزه برنده شده و با صحنه سازی که پشت خط تلفن انجام میدن از قربانشون میخوان که اطلاعات حساب بانکی رو در اختیارشون بذاره، یا اینکه با عجله و هیجان ازشون میخوان که به نزدیکترین آبربانک محل سکونتش بره. بعدم با ترفندهای خاص خودشون، ترفندهای خیلی مختلف به گذرواژه و یا حتی پیامک تایید بانکیش دسترسی پیدا میکنن و نهایتاً هم حساب بانکیشو خالی میکنن. دو تا مورد مهم رو حتما در نظر داشته باشید. اول اینکه هیچ سازمان دولتی از طریق واتساپ با مشتریش تماس نمیگیره. دوم اینکه برای دریافت هدیه اصلا نیازی نیست به آبربانک محلتون مراجعه کنید و مهمتر از اون که اصلا کد اعتبار سنجی برنامه بانکی و مالیتون رو به کس دیگه ای بدید. مراقب امنیت خودتون باشید.